أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اصلی و اسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقیت الله فی الارضین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم و همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. لحظه لحظه زندگی ما در معرض خطر و آسیب است. تنها عاملی که ما را میتواند از همه انواع و اقسام آسیب و ضرر محافظت بکند تقواست. اگر در همه ابعاد زندگی به تقوا توجه کنیم، قطعا برکات الهی نصیب و روزی من خواهد شد. به همین دلیل است که یکی از وظایف مهم و خطیر جایگاه نماز جمعه یاد و ذکر تقواست. لذا همه من به عنوان یک وظیفه به این نکته توجه باید کنیم که تقوا را حفظ کنیم و با تقوا خودمان را از همه آسیب‌ها در امان و در حفظ و حراست قرار بدهیم. در این هفته در خطبه اول بحثمان در رابطه با موانع رشد اخلاق است و به مناسبت دو مناسبت، میلاد آقا امام عسکری علیه السلام که فردا 8 ربیع الثانی است و همینطور وفات کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها، در خطبه دوم به این مناسبت ها و به مسائل مربوط به کشور و مردم ما میپردازیم. در خطبه اول مسائل که مربوط می شود به شناخت موانع اخلاق از منظر قرآن و روایات بحث خواهیم کرد. انشاءالله بحث شروع می کنیم، خطبه اول با همین موضوع. قبل از اون که وارد جزئیات بحث شویم، این نکته را عرض می کنم که انسان شخصیتش ارتباط بسیار عمیق و تنگاتنگ داره با باورهاش.
با عقایدش، با فکر و اندیشش، یعنی ما بخواهیم نخواهیم، حقیقت این است که بپذیریم نپذیریم، اون چرا که باور داریم، اون چرا که به او ایمان داریم و اون چیزهایی را که به اونها وابستگی داریم در زندگیمان، در برخوردمان، در کردارمان، اونها خودشان نشان میدن و تجلی میکنن و تعبیر معروف ظهور میکنن. نکته دوم این است که بیشترین تأثیر پذیری را انسان در زندگی در دوران نوجوانی و جوانی داره، یعنی اون چرا که ما در نوجوانی، طفولیت و در دوران جوانی اینها را میپذیریم، یاد میگیریم، با اینها به تعبیر دیگر شناخت پیدا میکنیم، اینها در تمام عمر ما تجلی میکنن، ظهور میکنن. اگر موانع اخلاق را در نوجوانی و جوانی بشناسیم و سعی کنیم اونها را در زندگی از مسیر حرکتمان کنار بگذاریم، قطعا زندگی ما تغییر میکنه و نکات مثبت و برجسته ای را در زندگی ما پیدا میکنیم. به همین دلیل است که انشاءالله در این خطبه این بحث دنبال خواهیم کرد. چند نکته برای این که موانع رشد اخلاق بشناسیم وجود داره. یکی مسئله وراثت است. طبعا انسان ها از کسانی که از مسیر اونها، از ژن اونها، از صلب اونها خلاصه سهمی دارن، از اونها ارث میبرن، هم فضائل را و هم رذائل را. مسئله دوم نقش والدین است که اینها در شخصیت انسان خیلی تأثیر داره. مسئله سوم فرهنگ غالبه که در جامعه با وجود می آید. بعضی وقتا یک چیزی را به قول امروزی ها بولد میکنن، رسم میکنن، فرهنگ میکنن. اگر انسان متوجه نباشه مثل خیلی از جریان ها در اون مسیر قرار میگیره، ناخواسته یا خواسته او فرهنگ بر انسان ها غالب میشه، به تعبیر دیگر زور میشه. مسئله بعدی رفاقت است. حالا عرض میکنم چقدر رفاقت ها مانع رشد ما میشه. یکی از عواملی که مانع رشد اخلاق ما میشه بیکاری است، بی برنامگی است. فقر تأثیر داره و مسئله حاکمیت، نظام، اینها از عوامل است که میتوانه موانع رشد اخلاق باشه. اما مسئله اول که بخش عوامل داخلی باشه یا به تعبیر دیگر خلاصه اون اساسی که میتوانه در زندگی ما اثر بگذاره، ما با اخلاق آشنا بشیم یا اثر بگذاره، جلب آشنایی و رشد اخلاقی ما را بگیره، عوامل روحی و روانی زیادی داره. یکیش وراثت است. خب ما همطوری که بدنمان، جسممان خلاصه نشان از پدر داره، از مادر داره، از اجدادمان داره، از اقاربمان داره، روحیاتمان هم از صفات و از خلاصه ویژگی‌های اونها سهم داره. به همین دلیل است که خیلی در اسلام سفارش شده متوجه باشین با کی ازدواج میکنین. حالا مهم نیست، مردم باید متوجه باشه، خانمم باید متوجه باشه که رابطهش با کی برقرار میشه. مثلا پیامبر بزرگوار اسلام، شاید یه حدیث دوستا مؤمنین شنیده باشن اما حالا بالاخره در مسیر صحبت ما قرار گرفته عرض میکنم، مسئله مهمی هم است. پیامبر فرمودن ایها الناس، مردم،
ایاکم و خزراء الدمین، بپرهیزین از ازدواج کردن با انسانی که در محیط ناسالم تربیت شده. حالا اگر بخوایم خیلی ریز وارد بشیم، یک گیاهی که در یک محیط آلوده‌ای به وجود آمده، اونجا بزرگ شده، نشو و نما کرده، گفتن یا رسول الله نمیفهمیم منظور شما چیست. یا رسول الله و ما خزراء الدمن، خزراء الدمن چیه؟ حضرت فرمود از ازدواج با خزراء الدمن بپرهیزین. سوال کردن یا رسول الله خزراء الدمن چیه؟ فرمود المرأة الحسنا، اون دختر یا اون خانومی که صورت زیبا داره، ظاهر خلاصه دلربایی داره، انبتت فی منبت سو، اما در محیط بدی بزرگ شده، در خانواده ناسالم تربیت شده. و چرا پیامبری دستور میده؟ برای اینکه فردا اخلاق این خانم، اخلاق این مادر بالاخره در فرزند، در دختر پسر انتقال پیدا میکنه. به عکسش هم از مهم نیست، ممکنه خلاصه یک دختر بخواد با یک آقای ازدواج بکنه، اونم باید متوجه باشه. خیلی روایت داریم که خیلی به ظاهر نگاه نکنین. پس یکی از چیزهایی که اثر داره، مانع رشد اخلاقی ما میشه، مسئله وراثته. حالا این یکی رو که عرض میکنم بیشتر بحث روشن میکنه. روایت داریم ایاکم و تزوج الحمقا، از ازدواج با خانم خلاصه فهم کم داره بپرهیزین. فإن صحبتها ضیاع، شما وقتی با این زندگی رو شروع میکنین خلاصه خودتان رو دارین نابود میکنین، و فرزندی هم که از این به دنیا میایه اون یک درنده خواهد بود، چیزی نمیشه. ما اگر از شروع و از آغاز دقت نکنیم یقینا آسیب میبینیم. اینا چیزایی است که بالاخره ساختمان این زندگی اگر قرار است پایدار بمانه، برکات داشته باشه، باید از همون آغاز انسان متوجه باشه. نماز جمعه هم یک فضایی است که همگان هوشیار میکنه، یعنی وظیفش آگاهی دادنه، وظیفش بصیرت افزایی است. پس یکی از چیزهایی که مهم است در بخش شناخت موانع خلاصه رشد اخلاق، این مسئله وراثت است. حالا من یکی دو تا نمونه را عرض کردم، نمونه های زیادی داره. مسئله دوم که بازم خیلی تأثیر داره در شناخت موانع اخلاق، مسئله تغذیه است. این خورد و خوراکایی که ما داریم، امکاناتی که استفاده میکنیم، درسته در روایات داریم در آخر الزمان پیدا کردن لقمه حلال سخته، اما خب ما وظیفه داریم خلاصه اینا را رعایت بکنیم. درآمدمان، مسیر درآمدمان خلاصه بررسی بشه از کدام مسیرها امکانات گیریمان میآید، و در قبال اون چیزی که داریم باید وظایفمان را انجام بدیم. در اینی که لقمه و غذا نقش داره هیچ شکی نیست، هم از نظر قرآن، هم از نظر روایات، حتی از نظر دانشمندان هم این مسئله تایید شده. به شکل یک کلی عرض میکنم، قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید ببینه که روزیش، غذاش، خلاصه تغذیهش از کجاست. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اون چی که در زمین است مال ماست، در اختیار ماست، اما باید از راه حلال و از راه پاک هم مسائل حق و ناحقش باید رعایت بکنیم. خب مال حلال باشه، درآمد سالم باشه، و هم مسئله پاکی و نجیسی و طهارت و
خلاصه خباستش رعایت بکنیم، یعنی همه جنبه ها رو رعایت بکنیم تا خلاصه در رشد اخلاقمان موفق باشیم. آقا امیرالمومنین فرمودن متوجه باشین که کی فرزندان شما را شیر میده. انظر من ترزی او اولادکم. بالاخره اگر یک کسی باشه که بهداشت رعایت نکنه، طهارت و نجاست رعایت نکنه، خب این در زندگی اثری و سزا داره. پس دومین عامل که جلب رشد اخلاق میگیره مسئله غذا است. عرض کردم از هر جهت، هم از نظر اینه که منابعش چی باشه و هم از نظر طهارت و غیر طهارت. مسئله بعدی در بخش تأثیر اخلاق یا موانع اخلاق نقش والدین است. درسته مکتب مهم است، مدرسه مهم است، محیط آموزشی مهم است، اینها هم جایگاه های ارزشمند است و هم باید خوب کار بکنن، منتها اولین معلم انسان پدر و مادره. اگر در اسلام اینقدر به پدر و مادر حرمت قائل شدن که بعد از توحید بحث حرمت والدین است، در کنارش عمو مسئولیت کلان را به عهده‌شان گذاشته شده. معلم واقعی انسان‌ها و آغاز آموزش انسان‌ها توسط پدر و مادر است. گاهی شاید حرف نزنم اما صرف این برخوردها، این خلاصه تعاملات، این حرمت‌ها را حفظ کردن یا حفظ نکردن در زندگی و در روان و در فکر و اندیشه فرزند اثر میگذاره. تعامل، برخورد پدر و مادر با هم دیگه، برخورد پدر و مادر با کودکان، مطالب زیادی فراوان اینجا هست دیگه، طولانی میشه، من نمیشه همه را عرض بکنم. از آقا رسول الله داریم که اگر کسی به صورت خانمش سیلی بزنه، ای رجل لتم امرته امرأته، اگر کسی به صورت خانمش سیلی بزنه، امر الله عز وجل مالک خازن النیران. آقایان علمام در جلسه هستن، خب همه الحمدلله فرهنگی ها و اهل مطالعه هستن، جهنم هم مسئول داره، خزانه دار داره، بهشت هم داره، مالک مسئول جهنمه. آقا رسول الله فرمود خداوند به کلیددار جهنم، به خازن جهنم دستور میده که 70 سیلی به صورت این آقا بزن. چرا به ناحق؟ حالا اگر حقم بوده جلب فرزندانش خانومش زده. امر الله عز و جل مالک خازن النیران فلیلتمه علا هر وجهی 70 لطمه فی نار جهنم. این روح افراد و اطفال را خلاصه خدشدار میکنه. این خشونت هایی که ما گاهی شاهدش هستیم در جامعه، این درس از کجا گرفته؟ این درس هاییست که از برخورد پدر و مادر گرفته. حالا مکتب معلم خیلی خدمت بکنه، تازه اون معلم هم وقتی از یک چنین محیط بالاخره بیرون شده، اونم تأثیراتش در روان او هم هست. پس یکی از مهمترین موانع رشد اخلاق تعامل پدر و مادر است. پیامبر بزرگوار اسلام، انصافا اینه که قرآن پیامبر رو به عنوان الگوی زندگی ما معرفی کرده و ما همه من الحمدلله معتقد هستیم کان خلق القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بوده. در روایت مفصل سالا همشه بخوانم وقت زیادی میبره، باید به بقیه هم برسیم. حضرت فرمودن من کان لهو امرأه تؤذی، کسی که خانم داره و خانمشه اذیت میکنه، حالا با زبان، با دست، با حرکاتش، خداوند نمازش قبول نمیکنه، حسنش قبول نمیکنه.
مگر این که راضی بکنن. بعد در ادامه داره میگه چطوری شما با او زبانی که با او زبان همسرتان ناسزا میگین، گاهی نسبت ناروا میدین، بعد با همو زمان میخوای بایش مثلا محبت بکنی، احساساتشه به اصطلاح اون روابطشه بالا ببری. بالاخره اینا چیزایی نیست که ما بتونیم این کار بکنیم. علی کل حال یکی از موانع اخلاق روش و برخورد و در واقع تعامل است که پدر و مادر داره و این 100% در زندگی افراد و جامعه اثرگذار است. بگذاریم از اینها، عوامل اجتماعی هم داره. اونایی که عرض کردم تقریبا مربوط میشد به محیط زندگی و خانواده در یک محیط های در واقع محدودتر. خب بالاخره ما هم در خانه زندگی میکنیم، روابط داریم، بعد در محیط بیرون هم ما کار میکنیم، بالاخره محیط بیرون هم به ما تأثیر داره و ما هم در محیط بیرون اثرگذار هستیم. بعض وقتا عامل فرهنگی مانع میشه، یک جو در جامعه به وجود میایه، یک جو جامعه را پوشش میده که این جو میخواد همه جا را تحت شعاع قرار بده. گاهی دیدین مثلا مدل لباس، مدل صحبت کردن، نوع مثلا رفتار انسان، مجلس، محفل، اینا یک فرهنگ به وجود میایه، این فرهنگ میخواهن بزرگ کنن، گاهی یک زبان میخوان مثلا در جامعه رشد بدن. بالاخره یک جو غالب به وجود میایه، او دنبال هدف خودشه، اما گاهی موانع پیشرفت جامعه میشه. اینطوری نیست که همه این فرهنگای غالب به نفع جامعه باشه. حالا مسائل حجاب از این قبیله، گاهی مثلا یک شرایط را به وجود میارن که مردم علاقمند بشن به بی‌حجابی، گاهی بالاخره سختگیری ها از این قبیله. علی کل حال اگر قرار است ما جلو این موانع بیستیم، باید زیر بار فرهنگ غالب غیر سالم قرار نگیریم. مؤمن مثل کوه استوار است، یعنی باید ببینه انسان کدامش به نفع انسان است، به نفع خانواده است، به نفع اخلاق است. اخلاق جامعه درست نشه، اصلاح نشه، ما بخوایم همرنگ جماعت حرکت بکنیم آسیب میبینیم. یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار نقش رفیق و همنشین است. حالا یک فضایی است الحمدلله نماز جمعه برای که ما این مطالب با هم دیگه بگیم، بشنویم و واقعا بهره ببریم. معاشرت ها خیلی اثر داره، رفاقت ها خیلی اثر داره. ما باید محتاط باشیم، واقعا دست به عصا حرکت بکنیم. اینطوری نیست که آزاد باشیم با هر کسی بخوایم رفیق بشیم، بعد بگیم خب حالا یک رفاقتی بود قطعش میکنیم. شاید شما رابطه تان به هم بخوره، اما او چیزایی که از رفیق به شما منتقل شده معلوم نیست شما را رها بکنه. ما یک وقتی شاید متوجه بشیم که این رفاقت به ضرر ماست، اما خیلی آسیب دیدیم. به همین دلیل است که فرمولش قرآن میگه فردای قیامت عده‌ای وقتی از اونا سوال میشه چرا به این بدبختی ها دوچار شدین، حرفشان اینه، سوره مبارکه فرقان، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من با فلانی رفاقت نداشتم. یوم یعض الظالم علی یدی، گاهی دیدین انسان ها پشیمان میشن، تنها جلب مردم دستشان خلاصه انگشتشان میگزن، دندان میگیرن. روز قیامت ظالم یعنی او کسی که به خودش آسیب رسانده، ظلم کرده. یکی از حرفاش اینه، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش من با پیغمبر رفاقت برقرار میکردم. پس معلومه
رفاقت ها اثر داره. شما پشت سرتان رو نگاه بکنین، اونایی که موفقن، اونایی که خلاصه مشکلات هم دارن، هر دو گروه وقتی نگاه بکنن از آثار رفاقت حتما چیزایی در زندگیشون پیدا میکنن. اونایی که موفقن اگر رفیق بهتر داشتن توفیقاتشان بیشتر بوده میبود. اونایی که آسیب هم دیدن از خلاصه رفاقت ها کم نیستن. علا کل حال اینم اثر داره. و عامل دیگر در بخش اجتماعی مسئله بیکاری، تنبلی و همینطور بی‌برنامگی است. واقعا هم دولت در قبال قضیه مسئولیت داره که واقع مسئولیت کلانی هم هست و متاسفانه خیلی مغفولیم از این قضیه. یکی از مشکلاتی که تاریخ دولت ها در افغانستان داره متاسفانه و واقعا با هزاران تأسف بگیم، این احساس ندارن یا این برداشت ندارن که دولت به عنوان یک پایگاه، به عنوان یک مرکز و نیرو و امکانات باید اصلی ترین هدفش این باشه که برای مردم ایجاد برنامه بکنه، شغل بکنه، مثل یک خانواده، مثل یک پدر مادر. بالاخره اینا یه خانواده بزرگن دیگه، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 60 میلیون جمعیت. خب بالاخره دولت باید برای این 60 میلیون برنامه داشته باشه. حالا 10 میلیونش مثلا کارمندای مستقیم دولت، بقیهش هم خب برایشان ایجاد کار بشه، تولید بشه، خدمت شما پیشرفت بشه، صنعت. بالاخره اگر کاری برنامه ای نباشه اینا آخرش روش نمی کنن. به همین دلیل است که بیکاری خودش زمینه است، مانع است از رشد اخلاق. پیامبر فرمودن ملعون من القا کله علی الناس. ملعون یعنی از رحمت خدا دوره کسی که سربار دیگراست. پیامبر با افراد وقتی برخورد میکردن اولین، یعنی در برخوردهای اولی سوال میکردن که حرفت چیه، کارت چیه. اگر میگفت یا رسول الله من کار ندارم، حضرت میفرمود از چشم افتادی. هم خانواده باید برنامه داشته باشه، هم خود طرف باید این انرژی را داشته باشه و هم دولت. اینا راه های پیشرفته، اگر به اینا توجه نکنیم به همین شکل ادامه پیدا میکنه. مسئله فقر یکی از موانعه. وقتی انسان ها با فقر خلاصه مواجه میشن، گرفتار فقر میشن، جامعه گرفتار فقر میشه، مشکلات به وجود میه، اخلاق رشد نمی کنه. خیلی دستور داریم در قرآن، در آیه، در روایات، مخصوصا در سیره اهل بیت علیهم السلام که دستور میدن با فقر مبارزه کنین. انسان فقیر ارزش هاش دیده نمیشه. راستگو باشن به عنوان راستگو نمیپذیرن، شجاع باشن به عنوان شجاع جا نمیفته. خلاصه آقا امیرالمومنین به فرزندانشان سفارش کردن زمینه را طور تنظیم بکنین که با فقر مواجه نشوین. خلاصه اگر با فقر مواجه شدین خیلی مشکلات سراغ شما میایه. امروز ما متوجه این حقیقت هستیم و باید برای مبارزه با این پدیده شوم که جلو رشد اخلاق میگیره برنامه ریزی داشته باشیم. خب وقت من محدود، من یکی دو عامل دیگه هست، اینا رو هم عرض بکنم و خطبه اول تمام بکنم. یکی از عوامل اجتماعی مسئله حاکمیته، مسئله نظام و سیاستگزاران است. این یک حقیقت است که اون چه اخلاق در حکومتها، در ادارات، در خلاصه رأس هرم باشه او منتقل میشه به دیگران. به همین دلیل است که در روایات داریم مردم به دین حاکمانشان هستند، الناس علی دین ملوکهم. و روایت داریم آفت الملوک سوء السیره،
آفت الوزرا سول خبس السریره، آفت حکام رهبرا، خلاصه مقامات درجه یک، اون سوء نیتشانه. اونا باید مهربان باشن، اونها باید منفعت همه را دنبال بکنن، هم در گفتار هم در کردار. با گفتار نمیشه، مردم باید از حاکم عدالت ببینه، تعصب نبینه، همه را در آینه دیده بشه، همه باید در جایگاهش قرار داشته باشه. ما بگیم آقا ما بالاخره اهل تعصب نیستیم، اما حکومت دست یک عده باشه، این نمیشه. باید همه سیر باشن، نمیشه یک عده سیر باشن بقیه گرسنه باشن. اینا آثار منفی داره، اینا اخلاق نابود میکنه، ریشکن میکنه. خب فرهنگ غالبم که عرض کردم، گاهی خلاصه شرایط طوری پیش میاد که دشمن میخواد این فرهنگ داخل جوامع بندازه. مسائل خلاصه که امروز ما گرفتار هستیم، طلاقهای زیادی که در جامعه ما میبینیم، ناسازگاری هایی را که میبینیم، بیمحبتی هایی را که میبینیم، حالا رابطه ها خیلی سرد شده، محبت ها کم شده، خلاصه دلسوزی ها کم شده، و همینطور رابطه فرزندان با پدر و مادرها کمتر شده. اینها میدونین ورود یک خلاصه جو بیرونی است. این تلویزیون ها، این رسانه ها، این فضاهای خلاصه مجازی که آمده، اما اینا توسط دیگرا داره مدیریت میشه که رابطه ها رو کوچک بکنه، سرد بکنه. بود بالاخره ما از او خوبیاش استفاده بکنیم، اما این ضررهاش در نظر بگیریم، و الا مشکلات به وجود میایه. این خودش یکی از عوامل ماواره اینترنت، فیلم ها، این عواملی که عذرخواهی میکنم باعث خلاصه هیجان شهوت و خلاصه سوی اخلاق میشه و جلوی پیشرفت‌های فکری را میگیره، زمینه مطالعه را کم کرده، زمینه ارتباط و محبت را تنگ کرده. ما باید با اینا مبارزه بکنیم. نمیگم بالاخره میشه از اینا خوب استفاده کرد، شما میتونین از خلاصه فضا به عنوان روشنی بیشتر اطلاع پیدا کردن استفاده بکنین، سخنرانی‌های خوب گوش بدین، نکات خوب استفاده بکنین، میتوانن خلاصه ساعتها وقتشان در اونجا صرف کنن و بدی یاد بگیرن. علا کل حال الگوهایی که به ما نشان میدن، این الگوها اثر داره، لذا قرآن به ما الگو معرفی کرده. حضرت ابراهیم علا نبینا و علیه السلام به عنوان الگو معرفی کرده، پیامبر الگو معرفی کرده. علا کل حال لازم است ما موانع اخلاق را بشناسیم تا بتوانیم از اون موانع فاصله بگیریم و عوامل رشد اخلاق را انشاءالله بیشتر در زندگیمان پیدا بکنیم و از اونا استفاده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين.
بار دیگر همه عزیزان و خودم را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم فردا شنبه 8 ربیع الثانی است، مصادف با ولادت 11 ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت امام عسکری علیه افضل صلوات المسلین، این مناسبت را تبریک عرض میکنم و بخشی از عرایزم در خطبه دوم نکاتی است از این بزرگوار. و روز 10 یعنی دوشنبه وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، این مناسبتم تسلیت عرض میکنم. خیلی کوتاه از بی بی هم نکات را عرض میکنم و در پایان انشالله عرایز را که در رابطه با وطن و ملت و مردم ما است از باب وظیفه عرض میکنم. اساسا خب یکی از کارهایی که صورت میگیره مخصوصا در جلسات، حالا چه نماز جمعه چه در جلسات بیرون از نماز جمعه، یاد از مناسبت هاست، از شهادت ها، از ولادت ها، از مناسبت های مذهبی مثل مثلا بعثت، مثل قدر. چرا از اینا ما یاد میکنیم؟ دلیلش اینه که اینها تاریخ میسازن، اینها ما را با راه های پیشرفت و نکات کلیدیه که در زندگی باید اونها را یاد بگیریم آشنا میکنه. به همین خاطر است که یک دستور داریم ایام الله را شما تکریم بکنین، به خاطر که مردم از تاریکی به سمت روشنی برسانین. کلن پیامبرا به همین سب کار میکردن. الانم دنیا یکی از راههایی را که پذیرفته تجلیل از اندیشمندان است، تا با تجلیلی از اونها فکر اونها را برجسته کنن، در واقع باز کنن، بخوانن و به دیگران برسانن. علی کل حال در سال 232 مثل فردا 8 ربیع الثانی وجود نازنین امام عسکری علیه السلام به دنیا آمدن. در واقع اون روز شهر مدینه فضای ویژه‌ای داشتن. من 2-3 نکته درباره امام عسکری علیه السلام عرض بکنم. 22 سال در زمان پدر بزرگوارشان امام هادی بودن، همراه پدر بودن. 6 سال بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی دوران امامتشان بود و در 28 سالگی این بزرگوار به شهادت رسیدن. خب معروف است به عنوان امام عسکری، هم امام هادی را عسکری میگن، هم امام عسکری را عسکری میگن، هم امام دوم هم امام 11. دلیلش اینه که هر دو بزرگوار مدت زیادی در سامرا که یک محیط نظامی بود اونجا خلاصه زندگی کردن، یعنی دشمن مجبور کردن این دو بزرگوار اونجا زندگی کنن. القاب دیگری هم دارن: هادی، نقی، زکی، رفیق، صامت، خالص، ابن الرضای خاص، سراج. این عسکری در واقع اون موقعیت زندگی حضرت داره منتقل میکنه. نمیشه من همه خلاصه این تاریخ 28 ساله را اینجا بررسی بکنم. مهمترین فصل زندگی امام عسکری به نظر من و تاریخ هم همین را تایید میکنه، همون 6 سال است که از سال 254 تا 260 حضرت دوران امامتشان بود. اول اینکه خب در کنار 3 حاکم ظالم حضرت زندگی کرد، معتز و معتدی و معتمد. اینها خیلی خلاصه بیرم بودن و اینا شنیده بودن، یقین داشتن، باور داشتن که آخرین امام فرزند همین امام است و اون
کسی که به عنوان امام دوازدهم معرفی شده بود با ویژگی های معرفی شده بود، یکیش جهانی کردن عدالت، اینها دنبال این بودن که بالاخره این امام به وجود که می آید مثل بقیه ائمه نابود کنن، به شهادت برسانن. خب حضرت در یک محیط اینطوری زندگی میکنن، در سامرا حاکمیت تمام خلاصه برنامهش ریخته برای که جلوی ماجرا را بگیره. ازدواج حضرت خیلی کاری پیچیده است، به دنیا آمدن فرزندش، معرفی این عزیز. خب بالاخره پیروان اهل بیت قبل از امام عسکری با امام رابطه داشتن که می دیدن، با امام حسین علیه السلام در کربلا دیدن، امام رضا را در خراسان آمد در مناظرات دیدن، جواد الائمه را در جوانی اون ظهور و هیمنه علمی شدیدن. حالا باید امام عسکری مردم با یک امامی باورمند کنه که او در خفا به دنیا آمده و در خفا رشد کرده و الان هم همینطوری در خفا خلاصه دنیا از وجودش بهرمنده. این کار آسانی نیست. یک باور این چنینی را مدیریت کردن، بعد افراد به او معتقد کردن، بسیار کار سنگینی است. علی کل حال این بزرگوار این کار سنگین انجام داد. روش هاشم معلومه. اولا که حضرت نیروهای واقعا ویژه ای را تربیت کردن. اصحاب هر امام یک ویژگی داره. آقای امام عسکری خلاصه دانشمندان، فقها و نیروهای ویژه ای را تربیت کردن که اینها در تاریخ معرفی شدن، مثل یاران آقا امام صادق علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام جایگاه بالایی در تربیت جامعه و روشنگری داشتن و همینطور حضرت تشویق میکردن افراد را که کارهای اساسی میکردن، اهل قلم بودن، اهل مثلا درس بودن، اهل کارهای فکری بودن و با اونها احترام بیشتر قائل می شدن. وقتی نویسنده ای را به آقا خلاصه نامش بردن و مطرح کردن، حضرت فرمودن که در مقابل هر حرفی که این آقا نوشته، خداوند به او در قیامت جایگاه بلند در نظر گرفته. با این شیوه ها حضرت توانست این کار بزرگ انجام بده. خود حضرت طبق نقل تاریخ خلاصه دست به قلم بردن، آثار دارن که تفسیر معروف منسوب به امام عسکری یکی از اون آثار است، نامه های زیاده را که حضرت نوشتن و یکی از راههایی را که حضرت انتخاب کردن شبهات را جواب میدادن، هم خودشان مستقیما با همه ظرافت ها رعایت میکردن. کسانی را که دنبال مطلب و حقیقت بودن اونها را حضرت توجه داشتن که قلبشان و باورشان آسیب نبینه. این از نمونه های مهم کارهای حضرت بود. حضرت با این حرافات به شدت خلاصه حساس بودن، کسانی که مردم به مسیر منحرف و کج می کشاندن فعالیت هایی را که می کردن اونها را حضرت رصد می کرد، با بدعت گزارها به شدت برخورد می کرد، اونها را معرفی می کرد. چرا؟ چون اینها جامعه را به سمت کجی حرکت می دادن. و امام عسکری علیه السلام جدی بودن، فرمودن که دنبال افراط و تفرید نباشین، در مسیر سالم حرکت بکنین. و می فرمودن بعضی چیزا انسان نابود میکنه، از جمله حضرت فرمودن جا طلبی، قدرت طلبی انسانها را نابود میکنه. خیلی سفارش داشتن که مردم رازدار باشن، اسرارشان به هر کی نگن. ما امروز به اینا نیاز داریم، اینا کلیدهای خلاصه موفقیت است. حضرت میفرمودن گناهان سبک نشمارین. یکی از عواملی که جامعه را نابود میکنه همین خلاصه گناه را سبک شمردن است.
ازت روایت داره میفرمودن من از ذنوب التی لا تغفر، از گناهانی که هرگز آمرزیده نمیشه، اینه که انسان بگه خدایا همه گناهی مرا شما ببخش، بقیه چیزی نیست. اینطوری نباید فکر بکنیم، هر گناه ما را میتونه از پا در بیاره. و روایت هم داریم که پیامبر فرمودن نگاه نکن که گناه چقدر کوچیکه، متوجه باش که با کی داری مخالفت میکنی، با خدا. بازم یاد میکنیم از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل البیت تسلیت عرض میکنیم. این مناسبت دهم این ماه رحلت این بزرگوار است و فرصت ایجاب نمیکنه من خیلی صحبت بکنم، فقط کوتاه عرض میکنم. در یک تقسیم بندی امامزاده ها را میشه به این چهار دسته تقسیم کرد. امامزاده هایی که جایگاهی ندارن، قدر و منزلت ندارن، درسته از صلب امامن اما متاسفانه خب قدر و جایگاه ندارن. جعفر کذاب امامزاده است اما کذابه، نمیشه ما بگیم چون مثلا امامزاده است پس حتما باید احترام کرد. دسته دوم امامزاده های هستن بسیار دارای قدر و منزلت، دارای احترام و حرمت، اما ما آدرسی ازشان نداریم. مثلا ما در تاریخ داریم یکی از فرزندان امام صادق اسمش است علی ابن جعفر، یعنی برادر امام موسی کاظم. ایشان خب بزرگوار هستند، 80-90 سال عمر کردند در مسجد النبی در مدینه. تاریخ می نویسه تا حدود 2000 نفر شاگرد در محضر درس ایشان بوده. خب شخصیت بزرگی است. حضرت جواد که آمد شاگردا داشتن نگاه میکردن، این پیرمرد 80-90 ساله بلند شد رفت، خیلی احترام کرد به حضرت جواد خردسال. وقتی برگشت شاگردا، حالا در قالب صحبت اما معلوم بود یک نوع اعتراض بود، گفت آقا شما با این عظمت این همه شاگرد و این طفل اینقدر احترام کردین؟ این بزرگوار دستش به محاسنش گرفت فرمود خدا به او امامت قرار داده، او را امام قرار داده، من را امام قرار نداده، من وظیفم احترام به او. این بزرگوار خیلی شخصیت بزرگیه، اما قبر شما نمیدانیم کجاست. از این قبیل زیاد داریم. دسته سوم امامزاده هایی هستند که هم قدر و جلال و حرمت دارن و هم قبر و مزارشان معلوم است. شما وقتی از سامر را برمیگردین در شهر بلد زائرین میرن به زیارت امامزاده محمد. خب این بزرگوار هم کرامت زیاد داره، هم قدر و منزلت داره، هم مزار داره. و چهارمین دسته گروهی از امامزاده ها هستن که اینا هم مزارشان معلومه، هم مقامشان معلومه، بالاتر هم امام ائمه فرمودن اینا رو برین زیارت کنین. این خیلی فرق میکنه. حضرت عبدالعظیم حسنی از این قبیله، در روایات داریم زیارتش ثوابش معادل زیارت حضرت امام حسین علیه السلام. حضرت معصومه سلام الله علیها از این قبیله. جالبه حضرت معصومه سلام الله علیها کسی است که قبل از ولادتش اینطوری معرفی شده، لذا این بانوی بزرگوار خیلی مقام داره. و علاوه بر اون مقاماتی که داره، مهم این است که ایشان خودش فضائل داشتن و ما امروز جلوه های از عظمت این شخصیت را خلاصه در دنیا میبینیم. اگر امروز شهر قم از این جایگاهی ویژه برخوردار است، یقین داریم و این جزء مسلمات است که آمدن ایشان در شهر قم این فضا را فراهم کرد و این خلاصه عزت و برکت را به دنبال داشت. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت را و از هر دو مناسبت، هم از ولادت و هم از وفات، اون چی که وظیفه است باید استفاده بکنیم. پایان عرایزم مسائل مربوط به افغانستان است. خب در بین اخبار و
بالاخره رویدادهایی که اتفاق افتاد، هفته گذشته ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با حضور تقریبا 10 نماینده از 10 کشور برگزار شد. روس‌ها بودن، چینی‌ها، ایرانی‌ها، هندی‌ها، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاق‌ها، قرقیز‌ها و به عنوان مهمان ویژه از امارت اسلامی هم سرپرست وزارت خارجه در این جلسه حضور داشت. جلسه با صحبت وزیر خارجه روسیه شروع شد و نگرانیش از اینی که آمریکایی ها میخواهند برگردن یا مسائل افغانستان یا حل و فصل مسائل افغانستان خلاصه به دست بگیرن، صحبتاش با این قضیه شروع کرد، یعنی اظهار کرد در واقع نگرانیش که باز آمریکایی ها میخواهند داخل افغانستان مسائل مدیریت کنن. حالا اونی که من راضیم از اینجا با شما مطرح بکنم و دوست دارم همه بشنون، یعنی به عنوان یک وظیفه در نماز جمعه مسائل مطرح میکنیم، خب هم ایجاب میکنه که این مسائل مطرح بشه و هم به نفع نظام و ملت افغانستان است. خب این کشورهایی که در این نشست شرکت کردن، ششمین نشست است، اینا در منطقه یک جایگاهی دارن. مثلا روسیه که اینطوری صحبت میکنه، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. مثلا کشورهای دیگه هم عضویت غیر دائم دارن. بعضی کشورهایی که اینجا شرکت کردن دارای سلاح هسته‌ای هستند و از نظر اقتصادی هم کشورها کشورهای مهمی هستند. خب مهمتر از اینا خب کشورهایی است که همسایه افغانستان هستند. خب ما بالاخره از هر مرز بخوایم بریم بیرون، اینا در کنار ما هستند. نکته دوم، همه این کشورها یک اعلانیه مشترک به تصویب رساندن، یعنی این 9 کشور مشترکاً یک اعلانیه دادن، یک مطلب تایید کردن و اون این که روند تعامل و تداوم همکاری را گفتن ما با مسئولین و با نظام و با امارت داریم، کمک ها ارسال بشه، کمک های بشر دوستانه، پروژه های اقتصادی و پروژه های تجاری را توجه کردن. خب این یک گام مثبته، خوبه این. اینه که از امارت اونجا مهمان پذیرفته شد، مهمان خاص، بالاخره یک رشده. اما همین ها در مصوبه شان به نکاتی پرداختن و این نکات هم باید توجه بشه. یکی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار ابراز نگرانی کردن، هم گفتن ما میخوایم خودمان نگران نباشیم، منطقه نگران نباشه، میخوایم واقعا به تعبیر دیگر ببینیم یک راست آزمایی وجود داره یا نداره. حقیقتا افغانستان دیگه خلاصه گروه‌های تروریستی دیگه نیست. یک مسئله است، مسئله اعتدال و فراگیری نظام یک چیزی است که همه کشورها قضیه را مطرح کردن. مسئله خلاصه آموزش، حل مشکلاتی که در بخش آموزش دخترها هست، اینها از نکاتی بود که در این اعلامیه مطرح شد. پس اینا نشان میده که ما در یک شرایط خلاصه جدی قرار داریم. هم بحث اعلان حمایت این مسئله مهمیه، وقتی بتوانن با برنامه خوب و دقیق این حمایت مندگار کنن، کلان کنن، افغانستان از تحریم بیرون کنن، این گامهای رشده. اما قضایای دیگر هم باید جدی بگیرن.
مسئله وجود گروه‌های تروریستی، رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت فراگیر، مخصوصاً به این نکته خیلی دقت کردن، ایجاد زیرساخت‌های نظامی از کشور سوم در افغانستان، ای باعث نگرانی این کشور هاست. ما باید امروز این حقیقت را بپذیریم. با چه عاملی، با چه دیپلماسی، با چه روندی مشکلات کشور را حل بکنیم؟ امروز مسئله مهاجرت یک مسئله جدی است در افغانستان. ما اگر گاهی شکایت میکنیم، گلایه میکنیم از کشورهای همسایه، او به جای خود، اما خب باید بستر مبارزه با مهاجرت باید در داخل کشور آماده شود. اینجا اگر زمینه کار، زمینه تحصیل، زمینه پیشرفت فراهم نشود، این قضیه مهاجرت حل نمیشه. اینجاست که گام ها را باید حساب شده برداریم، مشورت ها، آینده نگری ها، مصلحت های کلان کشوری باید مد نظر و توجه باشه تا اون چرا که به نفع مردم است و به نفع جامعه و ملت و کشور است او را دنبال بکنیم. مردم خودشان مالک کشور احساس بکنن، سرنوشتشان را روشن ببینن، سیاست ها را در مجموع به نفع همه و در سطح کلان با هدف و به صلاح تشخیص بدن. اینها نکات است که در این خلاصه مصوبه دیده می شود و ما باید اونچه را که وظیفه یک مسلمان آزاده و یک افغانستانی عاشق به آبادی و پیشرفت کشور است او را دنبال بکنیم. خدایا فرج آقا و مولامان صاحب الزمان معجل بگردان، ملت و کشور و دولت ما را بیش از پیش مورد لطف و عنایت و خدایا برکاتت قرار بده. گام هامان در همه مسیرهای صداقت و سلامت استوارتر بگردان. عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را حمایت میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.